گفتم شاید شما هم مثل من به خاطر بارش برف خونه نشین شدید یه سریال خوب معرفی بکنم سرگرم شد چند وقت پیش یه دایرکت برام اومد نوشته بود که احسان جان سریال پوکر رو دوست دارم در موردش بدونم اگرچه که احساس میکنم در لیست نبینیم هاته رفتم دیدمش و بعد بگم داداش خوب منو نشناختی اتفاقا پوکر فیس در لیست ببینیم هاست سلام امیدوارم خوب باشه این برنامه معرفی سریال پوکی فیس و چیزی فراتر از اونه یعنی بررسیش هم میکنم اما بدون اسپویل پس اگه سریال رو ندیدید بدون نگرانی این برنامه رو میتونید تماشا بکنید like? فیس یه سریال کمدی جنایی جدیده که هر هفته توش یه کیس قتل تعریف میشه داستان چارلی که به هر جا پا میذاره قتلی رخ میده و اون به واسطه توانایی ذاتی تشخیص حرف دروغ و البته ذکاوتش سعی میکنه قاتل رو رسوا کنه نمره آی ام دی دهمه مردم حسابی دوست داشتن و نمره راتن 99 درصده یعنی اگر مثلا 100 تا نقد در راتن منتقدین گرفته 99 تاش مثبت بوده نمره بسیار قابل توجهی این سریال یه ویژگی داره و یک تفاوت اساسی با آثار مرسوم جنایی داره ما میدونیم انگیزه قتل چی بوده میدونیم کی قتل رو انجام داده و حتی میدونیم رسوا خواهد شد اما چطوری شو تماشا میکنیم چطوری این اتفاق میفته چجوری چارلی این معما رو حل میکنه روند هر قسمت اینجوریه که معمولا بدون چارلی شروع میشه ما چارلی رو نمیبینیم مسیر شکلگیری انگیزه قتل نوع قتل اتفاق میفته بعد برمیگردیم به گذشته میبینیم که در اون لوکیشن چارلی بوده و معمولا دوست مقتول هم بوده حالا براش مهمه که قاتل رو پیدا بکنه توانایی ذاتی یک دروغ سنج انسانی هم همینجوری سیار با خودش داره باهوش هم هست میره تو مسیر حل معما البته اینم بی نیست که جزء سلیقه شخصی من هست که چگونه این معما حل می شود در صورتی که جوابشو میدونم ممکنه بعضیا نپسندن این سبک و خب قاعدتا سریال رو نمی شخصیت <تصفح> <متصفح> نه. شخصت محوری سریال چارلیه یه خانم تقریبا پا به سن گذاشته یه دروغ سنج انسانی ولی با هوش و گیر و پیگیر با یک صدای درگ خاص راه رفتن نامیزون بی خیال نسبت به مادیات تا حدی تیپ و خز رو راست من دروغ ندیدم ازش حتی زمانی که جونش در خطر بوده یادم نمیاد دروغ گفته باشه حقیقتش یه خورده بازیگری که برای این نقش انتخاب کردن طول کشید تا بهش عادت کنم اما الان پذیرفتمش و به نظرم با حالم هست یه حال مشتی داره یه چیزی هم سعید غازی نجاد در مورد ناتاشا لاین بهم گفت که خیلی جالب بود گفتم اینو به شما هم بگم چه سرگذشت عجیبی بچه سابقه رانندگی در مستی داره به خاطر مشکلاتی که برای همسایه ایجاد کرده دستگیر شده سال 2000 سال 2005 سابخونش انداختتش بیرون به خاطر شکایت بقیه همسایه ها. سال 2005 بستری شده هپاتیت سیش درمان شده. تحت درمان برای ترک اعتیاد به هروئین بوده سال 2006 حکم بازداشتش صادر شده چون نرفته دادگاه سال 2012 این بوده بمیره و عمل قلب باز انجام داده به کلی زندگی عجیبی داشته این چیزی که با من چارلی میبینیم یه تیپ سازی نیست بخش زیادیش خود ناتاشا لایونه حتی نمیدونم اینا موهای خودشه یا کلاگیسه اگه کلاگیسه کلاگیسه خیلی بدیه اگه موهای خودشه که موهای خودشه دیگه تو طور تماشایی با خودم میگفتم چقدر حیف که چارلی پلیس نشده این بعضی از آدما نگاه میکنیم یه کاراگاه درون زیرک دارن و به خود میگه چه حیف که این پلیس نشود معمولا توی همه خانواده‌ها و فامیلا هم هست مثلا من دایم احساس میکنم که چه حیف شد که پلیس نشود چون میتونست ما اما رو حل بکنه اما تو هم خوبی دارین شما هم از این کاراگاه های فامیلی اگه دارین برام بنویسین که کیه جاهای برام که به این فکر نمیکنه چرا هر جام که میره قتلی رخ میده با خودش نمیگه نکنه پا قدم منه البته میشه از این جهت هم بهش نگاه کرد که شاید طبیعت فرامی میخونتش برای اینکه عدالت رو برقرار کنه شاید هر قسمت دو تا بخش اصلی داره یک مسیر شکلگیری قتل دو مسیر حل پرونده به دست چارلی باید بگم که مسیر شکلگیری قتل هاش رو خیلی دوست دارم و مسیر حل کردن پروندهاش رو بعد از گفت خیلی خلاقانه طراحی کردن نوع اتفاق افتادن قتل رو از این بگم که کاشت و برداشت های اپیزود سه و مسیر کشف خیلی جذاب و عالی انجام شده بود بازیگر مهمان قسمت یک که مهوری قسمت یک هم هست آدریان برودیه به طور کلی کست خوبی جمع کردن و هر اپیزود بازیگرهای جدید داره و بازیگر بیسیکی که توی هر قسمت حتما حضور داره خود ناتاشا که نقش چارلی رو بازی میکنه جالب یک بار هم حضور و تلاشی از پلیس برای کشف علت جنایت نمیبینیم و همیشه به صحنه سازی قاتل رضایت میده یکی از ویژگی های مثبت سریال برام اینه که هر اپیزودش اونقدر نکته داره که میشود برای هر اپیزود یک ویدیوی مستقل ساخت واقعا یه ساختار ثابت داره که توش چارلی هست قتل هست نوع رخ دادنش و حل شدنش اما هر اپیزود یک فضای جدید و یک داستان جدیدی است که میریزنش توی این قالب کارکترهای مهمان اپیزودها هم معمولا جالبن مثلا کیه که بگه این دوتا پیرزن جالب نیستن یا این دیوونه غیرقابل کنترل سوتی از توی سریال در میاد قاعدتا حفره داره که الان نمیشه بهشون بپردازم چون سریال اسپویل میشه حالا شاید بعدا ویدئویی بسازم و جزئی تر بریم تو دل قصه ها ولی چیزی که در کل پوکر فیس به میده باعث میشه خوشحال بشم خوش میگذره به هم. خوبیش اینه که چون هر قسمت یک تجربه جدید یک داستان جدیدی میده اگر یکی رو دوست داشته باشی بعدی رو دوست نداشته باشی بعدی رو باز خوشت بیاد احتمالا سریال رو نمیذاری کنار و تا انتها میبینی همه ای اپیزودها رو چون امید داری که اپیزودی دیگری بهت بده که بهش علاقه من بشی تا به حال من توی این چهار قسمت اپیزودی ندیدم که بدن بیاد ولی اپیزود محبوب دارم انتهای ویدیو میگم کدومه فصل اول پوکفست قرار ده قسمت باشه و تا به حال شش قسمتش اومده بیرون نمیدونم فصل بعدی ساخته میشه یا نه امیدوارم این اتفاق بیفته به شرط حفظ کیفیت دیگه خب اینم بگم که اصطلاح پوکر فیس اصطلاحی که در دهه 1870 ابداع شد یک استراتژی که بازیکنان پوکر با بی حالت گرفتن چهرهشون سعی میکردن لو نره چه کارتی دستشون افتاده اسم رو برداشتن از اونجا گذاشتن روی سریال امیدوارم یه اپیزود ارائه بکنه که پوکر فیس بودن قاتل باعث بشه چارلی نتونه تشخیص بده دروغ میگه یا راست میگه این میتونه یه قول درجه ای که مرحله آخر باشه بر سریال و چارلی بعضی از لحظات و بعضی از چیزهای سریال خیلی دوست داشتم میخوام بهتون بگم کدوم است شما هم بگید لطفا سگ فاشیست رو خیلی دوست داشتم کاراکتری بود بر خودش اون اتفاق عجیبی که تو بخش روشویی دستش افتاد برام خیلی خنده دار بود پسر رادیویی رو دوست داشتم خودش میتونه یه مینی سریال از توش دراد واقعا این کارکتر لحظه نور افتادن روی صورت روبی هم دوست داشتم اینا چیزایی که از سریال تو ذهنم دیگه میمونه بعید میدونم راحت از ذهنم برن گفتم باهاتون مطرح کنم و اپیزود مورد علاقه هم, اپیزود سومه تا اینجا که 6 قسمت ازش اومده و اما نمره من به سریال پوکر فیس تا الان من نمره 78 و هشته هم 8 بهش میدم اگه دیدینش نظرتون رو در موردش بنویسین اگه ندیدینش و فکر میکنین با این توضیحات که دادم سازگار باهاتون برید سراغش وقت سرگرمیه آها حالی که بردار برف میاد فراموش نکنیم هموطنانمون رو در خوی که حتما اونجا هم داره برف میاد هر کمکی که از دستمون برمیاد باید براشون انجام بدیم یادمون نرفته شما رو